و رودری حتی ترکیبی از پارچه و چرمه، یعنی این وسط اینجا جیر مانند رو داریم، اینجا پارچه، اینجا جیر، اینجا چرم رو داریم. همین اتفاق روی پشت سریش افتاده و روی رودری هامون هم به همین نسبت، حالا یه بخش پلاستیکی داریم، یه بخش پلاستیکی رنگ شده پارچه داریم، یه بخش پایینش یه کوچولوش چرمه جای استراحت دستمون و بعدش پلاستیک، و دو تا هم بلنگو روی در عقب داریم که به صورت کلی این عقب حس خیلی خوبی رو داره واقعا، از نظر راحتی صندلی و اینها خوبه. فقط نکتهش اینه که این فرم صندلی رو حالا مدام شده جدیدن دارن استفاده میکنن، من شخصا خیلی به خاطر اینکه دیدم رو کم میکنه، آره دید نمیده اصلا، مگه اینکه یه هوا اینجوری مثلا آره بشینم که جلو رو دید داشته باشم، و خب مانیتور هم یه جوریه که من هم از اینجا قشنگ میتونم ببینمش. توی بخش جلو همون ترکیب رنگ رو داریم که روی داشبورد هم اجرا شده، روی داشبورد ولی یک نورپردازی داریم که به صورت مخفی کار شده، یعنی باز لامپش رو نمی‌بینیم، اون لاین نوریش رو نمی‌بینیم، که میتونیم با موزیک ست کنیم، تم بهش بدیم یا رنگ‌هاش رو تغییر بدیم، و میتونیم روی حالتی بذاریمش که توی سرعت 80 کیلومتر بالاتر خاموش میشه. اینو دقیقاً باید ماشینا به نظر من داشته باشن وقتی نورپردازی اینجوری دارن بالای 80 کیلومتر، واقعا شما حواستو توی ماشین پرت میکنه، مخصوصا شب توی جاده و خوبه که بتونه اتوماتیک خودش خاموش و بشه. جزء ماشینایی هستش که وقتی میخوان دوخت صندلی و دوخت رودری براش انتخاب کنم، یعنی از خطای قرمز نمیدن استفاده بکنم، رنگ‌های سفید و سبز کم رنگ رو اومدن استفاده کردن که متفاوته. دریچه های تهویه که خب ما 4 تا رو روی داشبورد داریم، یک زاویه یا سمتی شاگرد دارن که این باز به خطوط طراحی بدنه هماهنگه، یعنی خطوط تیزی که بله ما داریم میبینیم. دنده پشت فرمون رو داریم، چیزی که رقباش الان آره توی بازار رقبای این ماشین ندار، دنده پشت فرمون رو ندارن، در صندوق عقب برقی رو ندارن، ولی مثلا رادار نقطه کور دارن، رادار نقطه کور دارن، آره، یا این سقف پانوراما داره رقبا نداره. سنسور نور باران، چیزی که میمونه، ببین صندلی جلو بد نیست، یعنی اگه قرار باشه نگاهمون به این باشه که آقای ما یه ماشین اسپورت اصطلاحاً طرف هستیم، صندلی ها بد نیم، ولی از نگاه خیلی ها این صندلی کوچیکه کفی زیرش. خب دقیقا میخواستم یا الله، آی 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 کجا مادی؟ میخوام بیام پیشت. آم بیا بشی، من چون هم عقبو میگم هم جلو آره کارم ببین کفی صندلی کفیش خیلی کوچیکه، و چیزی رو ما نداریم که زیر زانومون رو بهتر بگیرید، اگر آقا چیزی رو نداریم زیر زانومون رو بگیره دلاور جا، این فقط من بخشی از چیز روی صندلیه، حقیقتا بقیهش اصلا رو صندلی نیست. آره بعد این چرا زاویهش انقدر پایینه؟ آره اون حالا صندلی شاگردشه که خیلی پایینه و دستی تنظیم میشه. صندلی راننده فقط ارتفاعش و جلو عقب برقیه، و تازه ارتفاعش هم جلوی صندلی با آره حرکت گودی کمر رو نداریم، البته به خاطر میگن جنس فومایی که استفاده کردن که حالا طبی اصطلاحاً، گودی کمر نداریم، پشتیشو دستی میتونیم عوض کنیم. من حسم اینه، یعنی تو گروه جک توی چین مهندساش ندارن آن چون کوچیکه، اصلا با یه جای دیگه‌اش رو میشینن رو صندلی. حاجی با زانو هم بخوای بشینی باید یه مقدار بلندتر باشه، یا شون نرمه خب، یا مال ما یا مال ما سفته تیزه، یا مال اونا نرمه. اونا مشکلش اینه که رون ندارن، مشکل نیست رونه. ببین đây là ta đang đang giới thiệu với các bạn là bưởi da xanh này nhé. Đó.
Tối nó là không về.